همه برین سراغ کتاب مقدساتون و دو جا رو باز کنید. عبرانیان باب 4 آیه 14 و یه نشانه هم در خروج باب 32 بذارین. عبرانیان 4 و خروج 32. کمر بند هاتون رو ببندید. قبلا درباره لحظه بد زندگیم تو هند براتون گفتم. داشتیم با پسرم کمرون برمیگشتیم و باید از شهر پونه به دهلی پرواز می کردیم و از دهلی میرفتیم به فرانکفورت و از فرانکفورت به دالاس یه روز طولانی با یه سفر خیلی طولانی متاسفانه این سفر از اونی که باید هم طولانی تر شد چون باد و باران و موسمی در دهلی شروع شده بود و واسه همین هم نتونستیم به فرودگاه برسیم پس به سمت یه فرودگاه کوچیک در شهری که نمیتونی اسمش تلفظ کنی هدایت شدیم و دو ساعت روی آسفالت نشسته بودیم بدون کولر در هندوستان بالاخره پرواز کردیم به دهلی رسیدیم و دقیقا سر ساعت حدود یه ساعت زودتر به پرواز بعدیمون رسیدیم پس رفتم سر باجی مخصوص بلیت و بلیت نشون دادم ولی اون مرد گفت متاسفم آقای بریسکو شما دیر رسیدیم من به پنجره اشاره کردم و گفتم هواپیمای من همونجاست ولی گفت نه شما واسه اینکه سوارش بشین باید یه ساعت زودتر می اومدیم مقررات شرکته من گفتم نه نه اینطوری نمیشه داشتم فکر میکردم ما یه پرواز 25 ساعته داریم و من نمیذارم طولانی تر از این بشه پس من همون کاری رو کردم که هر مرد محترمی انجام میده از عصبانیت منفجر شدم خیلی شدید جوش آوردم چشمای کمرون از تعجب گرد شده بود وقتی میدید من دست از سر اون مرد بر نمیدارم بهش تصور دادم که میخوام مدیرش رو ببینم مدیر رو دیدم و با تندی باش بحث کردم بعد گفتم میخوام مسئول اصلی رو ببینم و هیچ کدوم به جایی نرسید پس مجبور شدیم بشینیم روی صندلی‌های نارنجی با ترایی خاصی که فکر میکنم تمام تیم مهندسان با هم فکر کرده بودن چطور با پلاستیک نارنجی صندلی ضد زد نشیمنگای انسان بسازن بدترین صندلی بود که تو عمرم دیدم در حالی که دیدم هواپیمامون پرواز کرد و رفت و من نه ساعت وقت داشتم که اونجا بشینم و به کاری که کرده بودم فکر کنم. تا به پرواز بعدی برسم وقتی که کنترلم رو از دست دادم و خشمگین شدم دو جفت چشم روی من بود یه جفت از این چشما مال پسر 17 سالم بود که تا حالا تو زندگیش همچین چیزی از من ندیده بود برایش شکه کننده بود و اون یکی جفت از چشما اون شخص دیگه که شاید همه اینا بود شخصی به اسم عیسی نمیدونم میشناسینش یا نه او همه چیزو دید من طور که اون صندلی نارنجی نشسته بودم و به این موضوع فکر میکردم گناه هم رو همونطور که معمولا باهاش رو بر رو میشم حل کردم برای کامرون منطقیش کردم بهش گفتم پسرم یه بخشی از این سفر اینه که ببینیم فرودگاه چطور عمل میکنن و فرودگاه اینطوری کار میکنن به کسی که پشت میز نشستی یاد دادن سریع بگه نه پس شما باید بهش اصرار کنیم و بعضی وقتا اونا میگن باشه من هم داشتم همین کارو میکردم چون به تو فکر میکردم نمیخواستم این سفر از اونی که هست برای تو طولانی بشه و از اینجور جور چیزا و لا لا اونم بهم نگاه کرده گفت حالا هر چی بابا میدونیم براش منطقیش کردم از ایسا مخفی شدم اصلا نمیخواستم راجع بهش با ایسا صحبت کنم فقط میخواستم تظاهر کنم اتفاقی نیفتاده کاملا شرمنده بودم پس مخفی شدم مثل کار آدم در باغ عدن منطقیش کرد این زن باعثش بود کسی دیگر سرزنش کرد و مخفی شد کاری که ما انجام میدیم. بعد میرسیم به متنی که هفته پیش از عبرانیان 4 براتون موزه کردم که از آیه 14 شروع میشه. پس چون کاین اعظمی والا مقام داریم که از آسمان‌ها درگذشته است، یعنی عیسی پسر خدا بیا این اعتراف خود را استوار نگه داریم. زیرا کاین اعظم ما چنان نیست که نتواند با ضعف‌های ما هم دردی کند. بلکه کسی است که از هر حیث همچون ما وسوسه شده است، بدون اینکه گناه کند. آیه 16 پس آزادانه با دلیری به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که به انگام نیاز یاری دهد آیه 16 روی معمولیمون وقتی گناه می‌کنیم نیست آیه 16 فقط وقتی که در تقدس با عیسی را میریم قشنگه و آره وقتی همه چیز خوبه با دلیری میریم سمت مسیح اما درست بعد از گناه درست بعدش آخرین کاری که میخوام بکنم اینه که با دلیری به تخت فیض نزدیک بشم میخوام قایم بشم. چون شرمندم پس منطقیش میکنم و خودم رو مخفی میکنم فکر میکنم این کارو میکنیم چون قانع شدیم بعد از اینکه گناه میکنیم عیسی دوستمون نداره عیسی از دستمون عصبانیه عیسی ناامید شده فکر میکنید باید ازش دوری کنید او بیگناهه چطور ممکنه درک کنه من از چی گذاشتم باید از عیسی فاصله بگیرم چون ازم نامید شده باید فاصله بگیرم چون اول باید توبه کنم درسته؟ اگه بتونم بهش ثابت کنم که چقدر پشیمونم شاید اون وقت برگشتن منو بپذیره اما باید ثابت کنم چقدر متاسفم پس یه محبتی برای عیسی انجام میدم و بعدش پشتم و بهش میکنم و از رابطه سمیمانه باش فاصله میگیرم تا مجبور نشه با کجربیم روبرو بشه این یه طرز فکره. و اگه این طرز فکر ماست از یه درک کاملا اشتباه از فیض خدا به وجود اومده. یه درک کاملا اشتباه از دل مسیح عیسی این نگرش داشت. عیسی این نگرش رو همیشه داشته. یه تمایل طرز فکری غالب که هر لحظه از هر روز نسبت به شما داره اون همین طرز فکر رو درست قبل از گناه کردن و درست بعد از گناه کردن نسبت به شما داره من بهش میگم اخلاق کاهنانه تمایل کاهنانه و اگه نمیدونید چیه باید بشناسینش و اگه نمیشناسینش جای درستی هستین چون من الان میخوام براتون توضیح بدم که چیه اگه گوش کنید و همینطور که او براتون بازش میکنه باورش کنید دیگه هر یز از نزد عیسی فرار نخواهید کرد. نخواهید کرد. ابرانیان باب پنج آیه یک هر کائن اعظم از میان آدمیان انتخاب می شود و به نمایندگی آدمیان در امور الهی منصوب می گردد. هر کائن اعظم از میان مردم انتخاب میشه چون باید نماینده مردم پیش خدا باشه این کار اوناست اونا نماینده وکیل و میانجیگر هستند، چطور این کارو میکنن آنها هدایا هدایا یعنی قربانی شکرگزاری یکی از قربانی هایی که قوم اسرائیل در جواب فیض خدا به او تقدیم میکردند و قربانی ها به جهت گناهان اینا قربانی گناه هستند که بعد از گناه برای طلب بخشش از خدا تقدیم می پس کاهن نماینده مردم در حضور خدا بود بعد از اینکه مردم گناه میکردند این دستور کار کاهنه حالا میخواد گرایش رو تعریف کنه تمایل کاهنانه کاهن رو آیه دو او میتواند با جاهلان یعنی کسانی که دارن گناه میکنن ولی خودشون خبر ندارن کارشون اشتباهه و خطاکاران یعنی کسایی که میدونن اشتباهه ولی انجامش میدن به نرمی یا با شفقت رفتار کند با هر دو گروهی که گناه میکنند چه کسانی که از روی بیتوجهی و چه کسانی که آگانه این کار رو میکنند خلق و خوی او نرمی و شفقت است تا بیتوجهی و خطا رو به نرمی متحمل بشه دلیل اینکه کاهن اعظم میتونه بیتوجهی و خطا رو به نرمی متحمل بشه چیزیه که ما الان میخونیمش زیرا خود نیز دارای ضعف است زیر دارایی خط بکشین یعنی دور چیزی دور گردن کسی قرار داشتن وقتی عیسی در انجیل میگه بهتر سنگ آسیایی بر گردنتون باشه و به دریا افکنده بشین تا اینکه باعث لغزش یکی از این کوچک ها بشین همین کلمه رو میگه دور گردنی کسی قرار گرفتن وقتی خوانندگان اصلی این رو میخوندن در آیات عهد عتیق غرق می شدن و فورا به یاد چیزی می که بر دور گردن کاهن قرار می ایفود لباس کهانت که لباسی که او را از دیگران جدا میکرد. اما چیزی که این متن ما یادآوری میکنه اینه که بله کاهن با دیگران فرق داره اما در این حال درست مثل دیگرانه چون دور گردن او هم ضعف قرار گرفته و به خاطر ضعفش که میتونه با نرمی به سمت شما بیاد وقتی که شما با گناهانتون نزدش میرین او میتواند با جاهلان و خطاکاران به نرمی رفتار کند زیرا خود نیز دارای ضعف است آیه سه از همین رو باید نه تنها برای گناهان مردم بلکه برای گناهان خود نیز قربانی تقدیم کند چرا باید این قربانی رو تقدیم کنه؟ چون او هم ضعف داره و به خاطر ضعفش گاهی به گناه میافته. و قبل از اینکه نمایندگی مردم و نزد خدا بکنه باید تکلیف گناهانش اول مشخص بشه آیه 4 هیچ کس خود این افتخار کهانت را از آن خیش نمی بلکه این افتخار زمانی نصیب شخص می شود که خدا او را همانند هارون فراخواند پس هیچ کس تا افتلاوانه کاهن اعظم نمی هیچ انتخاباتی نیست او توسط یک انسان انتخاب نمی او توسط خدا انتخاب می درست مثل هارون هارون برادر موسا بود او و موسی قوم اسرائیل رو در خروج از مصر رهبری کردند. او در کتاب خروج توسط خدا اولین کاهن اعظم قوم اسرائیل خوانده میشه. او با مردم به نرمی رفتار می کرد چرا؟ چرا؟ چون به خاطر ضعفش بد جوری خراب کرد موسا رفت والای کو ده فرمان و از خدا دریافت کنه و این کار بیشتر از اونی که مردم فکر میکردن طول کشید میگفتن این موسا کجا مونده در خروج باب ۳۲ آیه دعایی یک میگه چون قوم دیدن فرود آمدن موسی از کو به درازا کشید گرد هارون جمع شدن و گفتند بیا برای ما خدایان بساز تا پیش روی ما بروند زیرا نمیدانیم بر سر این مرد موسا که ما را از سرزمین مصر بیرون آورد چه آمده است کی میدونه سر موسا چی اومده پس برامون خدایان بساز هارون در پاسخ گفت گوشواره های طلا را که در گوش زنان و پسران و دخترانتان است به در آورده نزد من آورید پس همه قوم گوشواره های طلا را از گوش‌هایشان به در آورده نزد هارون بردند هارون آن را از دست ایشان گرفته با قلم شک داد و به صورت گوساله ریخته شده در آورد با قلم تراشید و یه بت ساخت آنگاه ایشان گفتند ای اسرائیل اینها هستند خدایان تو که تو را از سرزمین مصر بیرون آوردند هارون چون این را دید مذبعی در برابر آن گوساله بنا کرد و اعلام نمود فردا جشنی برای خداوند خواهد بود پس قوم سرگام برخواستند و قربانی های تمام سوز و قربانی های رفاقت تقدیم کردند سپس به خوردن و نوشیدن نشستند و به جهت لحو لعب به پا خواستند جشن گرفتن به جای اینکه همونطور که خونده شده بودن این قربانی های چایستر رو به خدا تقدیم کنن اونا این قربانی های ناشایست رو به گوساله طلایی تقدیم کردند. و بعد خوردن و نوشیدن و رقصیدن و جشن گرفتند و بعد موسا اومد پایین موسا از چیزی که دید خوشحال نشد پس گفت هی hey, هارون پس بی اینجا ببینم اینجا چه خبره؟ جواب هارون خیلی مسخره است. آیه 22 هارون در پاسخ گفت سرور من خشبی مباش. تو خود این قوم را میشناسی و میدانی که به بدی گرایش دارن. سرزنش آنها به من گفتند برای ما خدایان به ساسا پیش روی ما بروند زیرا نمیدانیم بر سر این مرد موسا که ما را از سرزمین مس بیرون آورد چه آمده است موسا واقعا خیلی طولش دادی تا دیتا بیای پایین پس پدیچان گفتم دقت کنین هر کس زیوری از طلا دارد به در آورد پس ایشان طلای خود را به من دادن و من آن را در آتش انداختم و این گوساله بیرون آمد <applause> واو اینو ببینین باور نکردنیه این گوساله از کجا اومد گوساله رقت انگیزه نه وقتی گناهانمون رو منطقی جلوه میدیم رقت انگیزه خدا میدونه که گوساله همینطوری یهو از آتیش بیرون نیامد هارون خرابکاری کرد بد جورم خرابکاری کرد این بتپرستی وحشتناک جلوی چشمای اون اتفاق افتاد اون قرار بود مردم رو به سمت خدا رهبری کنه ولی به جاش اونا رو به سمت گوساله طلایی رهبری کرد خراب کرد و از اون روز به بعد هر وقت اسرائیلی گناهکار با شونه افتاده و سر خمیده و چشمای خیره به زمین به حضورش میومد و میگفت هارون من گناه کردم. خیلی شرمگین هستم. نیاز دارم برای من به حضور خدا بری. هارون به عنوان کائن اعظم هر بار میتونست اونا رو به نرمی بپذیره. با شفقت میتونست در آغوششون بگیره و بگه من میدونم چقدر سخته. منم یه بار بد جوری خراب کردم. من میفهمم. خدا با فیستو رو میپذیره. این کار در زندگی من کرده. و به خاطر ضعفش بود که میتونست مردم رو با فیض بپذیره با من هستین؟ اما هارون کاهن اعظم ما نیست درسته؟ بلکه است در واقع اینکه که کائن کاهن اعظم بزرگ ماست کاهن اعظم والا مقام ماست یه جورایی منطقی رو که ما در این مدت دنبال میکنیم به هم میریزه اگه منطق اینه که کائن اعظم توسط خدا انتقام میشه تا نماینده مردم نزد او باشه و دلیل اینکه وقتی مردم گناه میکنن میتونه شفقت داشته باشه اینه که به خاطر ضعفش خودشم گناه میکنه حالا مسیح کاهن اعظم شماست مشکلش چیه او گناه نکرده او او اما میگه هر کاهن اعظمی با شفقت عمل میکنه اگه تمایل کهانت اینه که چون خود کاهن هم داره با بی توجهی خطا به نرمی عمل میکنه چطور میشه که مسیح با بی و خطا به نرمی برخورد میکنه در حالی که هیچ گناهی نکرده یا به عبارت دیگه هارون میتونه نرم خوب باشه چون خرابکاری کرده ایسا هیچ وقت خرابکاری نکرده پس چطور میتونی مطمئن باشیم و به نرمی عمل خواهد کرد یا اینطوری بگم چطور ممکنه؟ یه خدای کامل و بینقص با یه انسان گناهکار همدردی کنه و به نرمی عمل کنه خیلی خوشحالم که این سوالات رو میپرسین دقیقا باید همین سوالات رو بپرسین نویسنده انتظار داشت که این سوالات رو بپرسین و در آیه پنج بهشون اشاره میکنه بیاین بخونیم مسی نیست خود جلال کهانت اعظم را از آن خیش نساخت عیسی داوطلب نشد یا رأی نیاورد بلکه انتخاب شد درست مثل هارون خدا به او گفت تو پسر من هستی امروز من تو را مولود ساختم نقل قولی از مزمور دو آیه هفت پس با پسر من شروع میکنه و در جای دیگر میگوید در مزمور یک ده تو جاودان کاهن هستی در رتبه ملکی صدق من با پسر من شروع کردم اما تو رو به عنوان کاهن برمیگزینم اما تو کاهنی هم رتبه با هارون نخواهی بود لحظی که هارون به عنوان کاهن انتخاب شد پسرانش هم به عنوان کاهن انتخاب شدند و از اون روز به بعد هر کاهنی در اسرائیل باید از نسل هارون می بود خدا گفت پسر من هم رتبه هارون نخواهد بود پسر من در رتبه شخصی به نام ملکی صدق خواهد بود در باب حرف و معنای در رتبه ملکی صدق بودن رو بررسی میکنه وقتی بهش رسیدیم براتون توضیح میدم کلی حرف دارم که راجع بهش بزنم پس تکمه توقف رو روی این آیه بزنید ما چند هفته دیگه باز بهش برمیگردیم چه او در رتبه هارون بود؟ چه در رتبه ملکی صدق شرط لازم برای نرمخویی هنوز وجود داره خدا میخواد کاهن اعظمش تمایل به نرمخویی با گناهکاران داشته باشه پس باز هم این سوال رو میپرسیم چطور مسیح که هیچ گناهی نکرده میتونه نرم خوب باشه؟ و حالا نویسنده میخواد به ما نشون بده که ضعف مسیح کجا بوده که میتونه با ما هم دردی کنه آیه هفت او در ایام زندگی خود بر زمین با فریادهای بلند و اشکا به درگاه او که قادر به رهانیدنش از مرگ بود دعا و استقاسه کرد و به خاطر تسلیمش به خدا مستجاب شد این آیه کدوم صحنه از رو به یادتون میاره شما رو کجا میبره؟ به باغ جت سیمانی در شبی که مسیح دستگیر شد این چیزیه که تو ذهن نویسند است وقتی میخونید میبینید درباره دعایی که عیسی دقیقا قبل از دستگیریش کرد صحبت میکنه دعایی با درد و در این دعا در جت سیمانی ما میتونیم ببینیم که چرا عیسی میتونه با ما نرم خوب باشه پس لازمه که یکم روی این وقت بذاریم تا مطمئن بشیم کاملا درکش کردیم ایسا در باغ جتسیمانی چه دعایی می‌کرد؟ اینجا میگه میتونید زیر این کلمات خط بکشید به درگاه او که قادر به رهانیدنش از مرگ بود دعا می‌کرد. رهانیدنش از مرگ معنی چیه؟ وقتی عیسی با درد در, در باغ جتسیمانی دعا می‌کرد، چه چیزی طلب می‌کرد؟ دو گزینه وجود داره یکی این که او داشت دعا می‌کرد تا از سرنوشت مرگ نجات پیدا کنه دعا میکرد که مجبور نباشه رو صلیب بره یا به عبارتی مجبور نشه بمیره التماس میکرد خدایا لطفا کاری نکن برم رو صلیب و بر این اساس خدا گفت نه و اون مجبور شد رو صلیب بره ولی من فکر نمیکنم این دعای عیسی بود چندین دلیل برای این حرف دارم شماره یک او میدونست مصروب شدنش اجتناب ناپذیر بود و از پیش خودش رو برای این کار تسلیم کرده بود در یوحنا 12 او درباره مرگش میگه اکنون جان من مضطرب است خب فکر کردم بهش کمی ترسناکه چه بگویم آیا بگویم پدر مرا از این ساعت رهایی ده اما برای همین منظور به این ساعت رسیدم پدر نام خود را جلال بده عیسی با صدای بلند میگه آیا باید از صلیب فرار کنم نه چون برای همین اومدم و از پیش متحد شدم ایسا میدونست که میتونه لشکری و فرا بخونه لشکر فرشتگان رو بخواد تا از صلیب نجاتش بدن کمی دیرتر در همون باغ عیسی در متا 26 میگه آیا گمان میکنی نمیتوانم همکنون از پدر خود بخواهم که بیش از دوازده فوش فرشته به یاریم فرستد اما در آن صورت پیشگوییهای های کتاب مقدس چگونه تحقق خواهد یافت که میگوید این وقایع باید رخ دهد نه من از فرشتگان نمیخوام تا منو از صلیب نجات بدن اگه روی صلیب نرم کلام چطور محقق بشه این اتفاق باید بیفته من باید مصلوب بشم عیسی کاملا بر این متمرکز بود و وقتی با رنج در باغ دعا میکرد برای فرار از صلیب دعا نمیکرد اگه برای فرار از صلیب دعا میکرد پس چرا نویسنده ابرانیان میگه دعاش مستجاب شد یعنی خدا تاییدش کرد خدا به دعاش بله گفت اگه برای فرار از صلیب دعا می کرد چطور خدا بهش بله گفت در حالی که او مصلوب شد میگین من همیشه فکر می کردم دعاش این بوده گزینه دوم چیه گزینه دوم اینه که او برای فرار از سرنوشت صلیب دعا نمی کرد او دعا می کرد تا از موقعیت مرگ فرار کنه مرده بودن ببینیم آیه چی میگه به او که قادر به رهانیدنش از مرگ بود نه به سمت مرگ رفتن بلکه از مرگ بیرون آوردن کلمه از در یونانی اک هست اک فقط به معنی از نیست بلکه به معنی بیرون از هم هست یعنی شما در آن بودید و از آن بیرون آورده شدین داره میگه من میدونم قراره بمیرم ولی لطفا منو اونجا رها نکن من به سوی کسی دعا می کنم که می تونه منو از موقعیت مرگ نجات بده از سرنوشت نهایی مرگ گوش کنین عیسی در باغ جت سیمانی نگران این بود که آیا واقعا پدر بعد از مرگ او رو به حیات برمیگردونه یا نه میدونست که خدا وعده داده که او قیام میکنه اما حالا درست قبل از صلیب او شروع کرد به فکر کردن باید اضافه کنم که کاملا یه انسان بود شروع کرد به این فکر که اگه منو بر نگردونه چی؟ چه فکر ترسناکی؟ ایسا شک کرده بود عیسی فکر می کرد آیا پدر وفادار خواهد بود؟ سخت تصور کنیم عیسی همچین کشمکشی داشت مگه نه اما من فکر می‌کنم همین موضوع بود که او رو در اون عذاب شدید قرار داد این زفتیه که خیلی فرارتر از اون چیزیه که من و شما تا به حال کردیم پس اگه این داستان رو در انجیل متا باب 26 بخونین در آیه 39 خواهید دید که این نوشته شده سپس قدری در باغ پیش رفته به روی بر خاک افتاد و دعا کرد ای پدر من اگر ممکن است این جام از من بگذرد اما نه به خواست من بلکه به راده تو کسانی که اینو خوندن باور دارن که این جام یعنی صلیب بزار از من گرفته بشه نزار برم رو صلیب اما این دعاش نبود جام یه استعاره معروف در عهد عتیق برای داوری الهی بود اما چیزی که خیلی ها متوجه نشدن اینه که دو انتها در عهد عتیق برای این داوری الهی وجود داره یکی از اونا در ارمیا 25 توصیف شده که ما بهش میگیم نابودی نهایی که میگه خداوند لشکرها خدای اسرائیل چنین میفرماید بنوشید و مست شده غی کنید و به سبب شمشیری که میانتان میفرستم بیفتید و دیگر برنخیزید از پیاله بنوشید آنقدر بنوشید که دیگر نتوانید برخیزید و این پایان شماست این یه پایان برای نوشیدن جام هست اما یه پایان دیگه هم برای ما وجود داره که در اشعیا 51 توصیف شده من یقین دارم این همون آیه بود که وقتی عیسی در باغ درباره جام دعا میکرد در ذهنش بود و این داوری گذرا هست اشعیا 51 آیه 22 میگه خداوندگار تو یهوه چنین میگوید خدای تو که از حق قومش دفاع میکند اینک جام سرگیجا آور را از دست تو میگیرم و از پیاله غضب من دیگر نخواهی نوشید بعضی از جام نوشیدن و دیگر گز بر نخواستن بعضی از جام نوشیدن و سرگیجه گرفتن و دیگر هرگز از اون نخواهند نوشید. عیسی چی دعا می‌کرد وقتی که گفت پدر این جام از من بگذرد؟ او انتظار داشت از جام بنوشه، او انتظار داشت که مصلوب بشه و برای همین سرگیجه گرفت. و در این سرگیجه او گفت لطفا این جام ازم بگذرید تا بتونم دوباره برخیزم. یکم جلوتر در متا 2642 و دوباره رفت و برای بار دوم دعا کرد پس بار دیگر رفت و دعا کرد ای پدر من اگر ممکن نیست این جام نیاشامیده از من بگذرد پس آنچه اراده ای توس انجام شود پس برای اینکه جام ازم بگذره اول باید بنوشمش برای اینکه بتونم از مرگ قیام کنم اول باید مصلوب بشم پس عیسی در این دعا گفت اوکی من روی صلیب خواهم رفت اما خواهش میکنم منو در قبر رها نکن نه تنها عیسی صلیب و پیش روی خودش داشت که خودش خیلی وحشتناکه این فکر رو هم داشت که ممکنه هرگز به حیات بر نگرده این در ذهنش نشسته بود و میخواست فریبش بده و در نتیجه در میان این وسوسه اعتماد نکردن به خدا او شروع کرد به شک کردن و ترسید و در این به این گفت نه به خواست من بلکه اراده تو بشود حتی بدون این تضمین که تو منو به زندگی برمیگردونی من در هر صورت به سمت مصروب شدن قدم برمیدارم <applause> متعیر کننده است متن ما میگه او شنیده شد پدر دعای او رو مستجاب کرد چطور او رو به حیات برگردوند او رو در قبر رها نکرد وقتی این آیه رو میخونین و درکش میکنید میتونید تصور کنید که در لحظه قیام که عیسی در قبر خوابیده در لحظه قیام که او به حیات برمیگرده اولین فکرش باید این بوده باشه بله بله او قالب آمد پدر مداخله کرد او وفاداره میدونستم یکم متزلزل شدم ولی میدونستم بله میگه دعاش به خاطر تسلیمش به خدا مستجاب شد تسلیم شدن یعنی ارادتون و زیر اراده او آوردن تسلیم شدن درسته؟ عیسی میگه من ارادم و میارم زیر اراده تو هرچی که تو بخوای من میپذیرم ولی این فقط آخرین حرکت از یه هم زندگی در تسلیم بود او با وابستگی به پدر با از زندگی کرد تا به آخر و اینجا در باغ وقتی او به این فکر میکنه که در قبل رها شدن چطور میتونه باشه انتخاب میکنه که به پدر اعتماد کنه روش جدید و حیات بخش زندگی در ایسا بهتر از زندگییه که ترکش کردیم و این چیزیه که به شدت نویسنده ابرانیان میخواد که شما بدونید دعا میکنم همچنان که کلام خدا رو با هم کشف میکنیم این حقیقت رضایت بخش قلبهاتون رو تسخیر کنه